سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز درای ما یکم مشکل داره و میخوام درا رو تعمیر کنم. بریم نشونتون بدم. اولین مشکل اینجاست، این دستگیری دره و اینجا دقت کنید یه دونه پیچ هست. حالا اینجا رو نگاه کنین، این در توالته ولی این یکی این پیچ رو نداره. بعد یه مشکلی که ممکنه پیش بیاد اینه که وقتی که من در رو میبندم، وقتی میخوام باز کنم، این از جد مغزی در میاد و ممکنه کسی گیر کنه داخل توالت. اینم دستگیری ورودی دره، اینم باز همین مشکل داره، پیچش نیست. ولی من اومدم پیچای مخصوصش خریدم و قراره اینا رو وصل کنم. اینو البته برای تمام مستاجر انجام دادم، رفتم توی هر دو تا واحد و چک کردم تک تک درایی که اینا پیچش افتاده بود، چون هر از گاهی اینو کم کم با لرزش اینو باز میشه و میفته و مثلا میره تو جارو برق چیزی نمیبینیش. برای همین رفتم برای مستاجر درستش کردم، فقط خونه خودم مونده. ولی این تنها مشکلی نیست که این درا دارن، این درا که هم سفت شدن، مخصوصا بعضیش، یکیش اصلا کلا خراب. بریم نگاهشون کنیم. این در توالتمونه که از اول خراب بود، اصلا مغزش اینجوری رفته داخل و این اصلا خرابه. ما فعلا قفلش میکنیم، اینجوری میبردیمش و اینو میخوام تعمیر کنم. امیدوارم که چیزیش نشکسته باشه و فقط در رفته باشه. یه چیز بالا میخوام نشون بدم، این زده مید ایتالی. این صابخونه قبلی ایتالیایی بوده و خیلی عرق ملی داشته. اکثر چیزی که استفاده کرده، این سنگ کف، اینا همش ساخت ایتالیاست. مثلا جعبه‌هاشون پایین هست. برای چی اینقدر براش مهم بوده که ساخت ایتالیا باشه؟ خلاصه خیلی دم چیز بانمکی که این خونه داره. در دوم که مشکل داره این دره، این یکی کار میکنه ولی خیلی سفته، خیلی زور میخواد. این نمیدونم مشخصه یا نه، کاش میشد مثلا زور رو یه جوری نشون داد. مثلا با یه انگشت به زور میشه. خلاصه اینم قراره باز کنم ببینم که شاید با تمیز کردن اگه خوش شانس باشم مشکلش حل شه. خب بچه، اول با این دره شروع میکنیم که تقریبا سالمه، یعنی مشکل نداره مثل اون و امیدوارم که این یکی یعنی آسون تر باشه چون یکم سالم تره. پیچ ها اینجا رو باز میکنیم ابتدا. البته من راستش خیلی وقت در باز نکردم، مطمئن نیستم مثلا دارم درست میزنم یا نه. آها، یه کاری که به عقب میکردم، باید در واقع دستگیره ها رو من آزاد میکردم. این چیزای فلزی اینا باید باز شه. حالا نمیدونم این مدلش پیچیه یا همینجور جا رفته. A few moments later. و خیلی مراقب باشم. اوکی، اولش در اومد. اینم از دومی. خب بچه، بعدش باید پشت اینجا اون پیچه که الان اول کار نشون دادم رو باز کنیم که بعضی از در رو نداشتن. یک همچین پیچیه که داخل در بود، اینو باید در بیاریم. اینقدر کلا اندازه یه ریسچه. اینو در میاریم و این الان اینجوری آزاد میشه. بعد اون طرف هم باز کنم هر دو مدل پیچاشو. باید مراقب باشیم که توی خونه گیر نیفتیم. البته اگه گیر بیفتم اینجا از پنجره میتونم برم بیرون، چون طبقه هم کفیم. ولی خب به هر حال خطرناک. البته باید کلیده خونه همراه باشه که خطرناکی اینجوری گیر نیفتیم با پشت در. این در اومد و حالا از این برم در میاد و الان اینجوری این وسط آزاده. این میتونه الان مثلا بازش کنه، میتونه بکشیمش بیرون، چون تا وقتی که این داخلشه اینو نمیتونه بیاره بیرون. امیدوارم متوجه منظورم بشین. و الان خطرناک ترین حالت بچه‌ها، اگه بسته بشه دستگیره پیش خودم. ولی خب اگه اون طرف میبودم یا بسته میشد، خلاصه راهمون با این اتاق بسته میشد. قفلم و باز کنم 100%. اینم باز به همون صورت. اینجا دو تا دونه پیچ داره، اینم باز کنم. البته این اصلا باز کردن نمیخواست، فقط کیلو بعد در میورد. اشتباه کردم بچه. این مرحله رو ادیتور جان اینو نذار اینجا آبرون قفلم و باز کنم 100%. شوخی میکنم، بذار باشه پیش میاد اینجور چیزا. خب یعنی قفل کامل در میاد، اینم از قفل خونه ما. دیگه الان درم نگرانش نیستم بسته شد. ببینیم که مشکل از کجاست، چرا اینقدر سفته. چرا کیفیت باحالی داره. سفتیش مال چیه؟ این وسط خیلی کثیفی میبینم، ولی این فکر کنم پرسه و من نمیتونم اینطور بازش کنم که تمیز کنم. ضد حال میشه اگه پرس باشه. بچه ها من میرم یکم با این بازی کنم ببینم چجوری میشه، بعد بهش فکر کنم برمیگرم. اوکی بچه، متوجه شدم مشکل از کجاست. مشکل از این نیست. خوب شد اونجا که توی ویدیو داشتم میگرفتم اینجوری کردم و با انگشت نشون دادم، خواستم نشون بدم سخت، درسته؟ و با انگشت کردم نشد. الان من با انگشت کوچیکی حتی میتونم اینو خم کنم. این نرمه الان، ولی مشکل کجاست؟ مشکل توی اینه. مشکل اینه که اینو من وقتی باز میکنم این باید ثابت باشه دیگه، این پیچه توی در. و الان هر کاری کردم این خیلی سفته. بعد فهمیدم که این فنر داخلش داره و سفتی از اینجا داره میاد، نه از اون مغزی در ما.
دیدی گیر کرد؟ مشکل از اینه و بعد رو این کار کنم. حالا اینو چجوری من میتونم تعمیر کنم؟ نمیدونم خدا وکیل. خلاصه بعد رو این کار کنم دیگه. حالا ببینم که چه ایده‌ای به ذهنم میاد و چیکار میتونم روی این بکنم. مقداری ویدیو میگیرم که سیستمشو بدونم چجوریه، چون الان خون بازش کنم و این فنارا رو بزنه بیرون بعد سخت میشه. یعنی یادم میاد چجوری بسته میشه. این یکی مخصوصا خیلی سفته. جفتشون بدن. خب بچه تنها چیزی که میتونم بهش مشکوک بشم اینه که این فنر داخلش داره و در واقع این فنره مثلا کمک میکنه که دستگیر همیشه برگرده به حالت قبلش، بیاد بالا. البته داخل این مغزی هم خودش یه فنر داره، ولی خب این یکم کمک میکنه و میتونم در واقع اینو حذفش کنم، ولی خب چون سیستمش اینجوریه نمیخوام. یعنی راحت ترین سولوشن رو انتخاب کنم، راحت ترین راه حل رو. برای همین چیزی که حالا من به ذهنم رسیده اینه که این فنره یکم مابینش، یعنی این سخت بسته میشه و من فکر میکنم که این همین زنگ زدگی که بینش داره و یکم مثلا چیز شده، اگه گریز کاری کنم شاید بهتر بشه. نمیدونم بینش رو میبینی یا نه، سخته ولی خب یه حالت گار زنگ زدگی، البته زنگ نمیزنه این فلز، ولی خب یکم جرم داره. خلاصه امیدوارم با گریز کاری این نرم بشه، وقتی که میخواد بشه آخر نرم بشه. تنها چیزی که به ذهنم میرسه و هیچ راه حل دیگه براش پیدا نکردم. دیگه انجام بده یکم سخت میشه، چون مخصوصا گریز و دوربین من و اینا یک کوچولو کارمون سخت‌تر میشه. مطمئن بشین گریز همه جا به خوردش میره و به لنز ما نمیاد چیزی. اون جیرجیرم که میکرد به خاطر این بود که این فنر اینجور رو همدیگه میکشید صدا میداد. خلاصه الان امیدوارم که حداقل گریز کاری یکم به دادون برسه. بچه من دیگه ویدیو گرفتن سخته، فعلا تا بعد. بچه این تقریبا کارش تمومه. من گریزکاری کردم و نصفش کردم، نرمتر شده ولی نه به اون حدی که من دلم میخواد. خلاصه فعلا این چیزی که داریم، ببینیم که در آخر چجوری میشه. بحثش کنم. 2 hours later. خب باشه که هوا تاریک شده میبینین، یعنی که روبه شب داریم میبینیم و این در رو من بستم، باتری تموم شد دیگه نتونستم ویدیو بگیرم. خلاصه این که تنها کاری کردم ما بین این بود که اینو مغزیه رو هر جایی که میشد مثلا اینجاها و اون چیزی که میچرخید رو گریزکاری کردم، گفتم حالا که بازش کردم و اینو الان بستم، خیلی نرمتر شده ولی خب اونقدر نرم نشده که من میخواستم. یعنی که الان من با انگشتم میتونم بازش کنم، یکم فشار بیارم، ولی اونجوری که میخواستم نشده. ولی خب خیلی بهتر از قبل شد، خیلی راحت‌تر شد. در این مشکل بود اینجا به زور بسته میشد. بریم سراغ در بعدی. خب بعدی میشه در توالت حمام که بتونش ندارم، این خیلی اوضاعش خرابه. نکن مثلا بریم بازش کنیم. باز کردن خب مثل قبله دیگه، اینجاش زیاد فیلم نمیدم چون تقریبا آسونه دیگه، سفت شده پر از جرم. باز کردم، این خیلی کثیف بود، بعد شستمش، یعنی ویدیو نگرفتم، الان افتضاح بود یعنی، بعد الان خیلی بهتر شده. خب بچه ها متاسفانه مشکل رو فهمیدم. اینکه اینجور میچرخه از داخل شکسته، اینجا شاید ببینش، این یه تیکی که جدا داره حرکت میکنه، اینا باید وصل باشن به هم دیگه، این باید وصل باشه به این و این انجا شکسته و مشکل اصلا همینه. با این نمیشه در رو باز کرد و اینکه این زبونه رو به پایین اومده، چون که اونجا شکسته اینجوری فنرش آزاد شده اومده ول شده رو به پایین. متاسفانه تعمیر در توالت به اون راحتی نبود، یعنی به شکست خوردیم. چون گفتم امیدوارم چیز داغش نشکسته باشه، فقط در رفته باشه و دقیقاً خوردیم به شکستگی و شکستگی هم نمیدونم چون پرسه. آره ببین دقیقاً اینجا پرس شده از این پایین، این قابل تعمیر نیست، یعنی باید عوض کنی. و منم نمیخوام در رو عوض کنم چون درم مکافات داره بخوای عوض کنی. امیدوارم حداقل مغزی گیر بیارم، چون مغز اینا ساخت ایتالیاست و استاندارد معمولی اینجا نیست. امیدوارم راحت بتونم اینو گیر بیارم. نشد، فعلا برش میگردونیم که بتونیم حداقل با هم قفله باز و بستش کنیم. درسته که اون یکی کار نکرد، این کاری که میخواستم بکنم انجام نشد، ولی حداقل این چیزا رو صفر میکنیم روش. اینا رو میبندم که یهو حالا محض احتیاط یهو کس چیز نشه گیر بیفته داخل حمام مکافات بشه. بذار نشون بدم دقیقاً کجا پیچ میشه. اگه نمیدونین دقیقاً اینجاست. اون ورش هم انجام بدم و تمام. و بچه آخری هم میشه در ورودی که اینم باید یه دونه از این پیچا بهش وصل بشه. از این زیر این لغه خاطر همین. حالا اینجا رو دیگه لغه است. خب
بچه کار این میز تموم شد، ولی خب خیلی برای الیسا سخت بود، بنده خدا خیلی اذیت شد. من دیگه راست زیاد روش کار نکردم تماما، یعنی میشه گفت کار الیسا هست. مشکلی هم که بود این بود که اینا خب بارون بهشون بخوره، آب بخوره، اینا بلند میشن، چسبشون اونقدر قوی نیست. بعد این مکافات خلاصه بنده خدا چند بار اینا رو چسبون، چسبای مختلف دیگه، الان یه چسب زده که ضد آبه، یعنی اگه آبم بهش بخوره، یعنی اون چسب اولیه که کلا هیچی. خلاصه اینکه یکم داستان بود، یه مکافات بود، ولی خب فعلا چسبیده و هم چیزی شده، خیلی هم قشنگه و ما هم خیلی دوستش داریم. اینجا رو هم رنگ کردم. که مشخصه یک چیز جدید در اومده از این آینه ماشینه. کل حمام اینجا هم دراشه داخل اینجا. این حالت اشاره کردن من با پا خیلی حرفه‌ای. خلاصه اینکه قرار است درمش کنیم و نصبش کنیم داخل حمام. خب بچه اینم از آینه، اینم نصب شد و بالاخره اینجا یکم آینه قبلی خیلی زشت بود انصافا، مخصوصا با اون خیلی زشت بود. اون رو بخوام بود. خلاصه این نصب شد و اینکه دیگه الان تمام چیزایی که اینجا داشتیم قایم شده، یعنی رفته داخل اینجا. تو این میبینی 10 سانت تقریبا بیرونه، 12 سانت. خلاصه اینکه اینم از این. خب بچه ما همین الان یک مبل جدید گرفتیم، حالا باید آنباکسش کنیم، فکر کنم سر همش کنیم، نمیدونم آماده است چجوریه، آماده به نظر میرسه، ولی خب احتمالا برازه میشه اینجا. خب بچه ما اینو سرهم کردیم، همه چی اوکی، ولی این یکی مشکل داره متاسفانه. تمام این سوراخ‌ها رو همه جا داشت با اون چیز مخصوصش برای آهن، یعنی من پیچ کنم داخلش، غیر از این یکی متاسفانه یکی پایه اینجا سوراخ نداشت. من اینو باز کردم خودم با چاقو و بعدم زیرش مستقیم چوبه، بعد یعنی اینو یادشون رفت اصلا کلا اینجا رو درست کنم متاسفانه، و زنگ زدم الان بهشون گفتن که فعلا چی بذار زیرش تا یه 2 هفته دیگه میایم یه دونه نوشو برات میاریم، یعنی عوض میکنین، ولی خب کم زده حال شد. خب بچه من خودم اومدم اینجا میگرم دنبال چیزی که بهش بخوره که بتونم خودم سر همش کنم. اینجا این انواع مهره و پیچ و اینجور شدن میبینیم، چون که به همون گفتن که شما اگه که خودتون انجامش بدین، یعنی پیچ رو وصل کنین اونجا، ما نزدیک 50-60 یورو بهتون اضافه تر میدیم، یا یه کارت 100 یورویی که اصلا همون خرید کنین، یا اینکه نوشو میاریم براتون، یعنی جا به جاش میکنن، خودشون میان همه کار میکنن. من گفتم نوشو بیارین چون که خب راحت تره برای من، ولی بعد فکر کردم گفتیم اونو بیارم بخوام ببرم، هم طول میکشه هم استرسش هست، هم اینکه اون قدیمیه رو میندازم تو سطل زباله، یعنی حیفه که یه چیز جدید درست کردم و برای محیط زیست خوب نیست. خلاصه تصمیم گرفتیم که فعلا خودمون سعی کنیم تعمیرش کنیم، با اینکه من زیاد ترجیح همین بود که همه چی سالم باشه، نو باشه از اول. دقیقاً اون چیزی که من دنبالشم رو ندارن، یعنی دقیقاً این بهترین چیز بوده، از هم از لحاظ سوراخی که داخل چوبه، هم از لحاظ پیچه، ولی متاسفانه اینو ندارن. به جاش اینو فعلا برداشتم، اینم باز سایزش نیست، این 10 میله ولی سوراخ 9 میله، ولی خب فکر کنم شاید بشه اینو پیچ کرد داخل. فعلا این بهترین چیزی که پیدا کردم. خب کار این تموم شد، ما اینو به زور سرهم کردیم، انقدر منو خسته کرد، انقدر جفتونو خسته کرد که دیگه اصلا حال ندارم، اعصاب ندارم، خیلی خستم، خیلی رو مخ رفت اون پیچا به اون راحتی که فکر کردیم نشد. خلاصه اینکه به زور سرهمش کردیم شد و الان اینجوریه و اینجا هم که اینجوریه و بعد اینا رو تمیز کنیم. فعلا خدافظ. داداشم برق کار اینجا گرفتمش به کار، این کار برق هم که اینجا دارین، چراغ اینجا اتوماتیک بشه، یعنی وقتی که روشنش میکنی بعد با تایمر باشه خاموش بشه خودش برای پارکینگ. Next morning. خب بچه من دوباره اومدم آیکیا و اومدم چند تا چیز بخرم اینجا برای میز کارمون. میخوایم 3 تا دونهشو میخوایم، کلن با دراشون میشه 52 هر کدوم، 156 یورو بعد هزینه کنیم ببینیم که چی میشه. از اینا یه دستی سخته، بریم تو کارش. برداشتم، درها هم جدا بود، بعد جدا بینیم در می داشتم، در رو هم گذاشتم براش، 2, 4, 6 درسته. برو بریم. و اینکه یه چیزی که هست نه که الیسا کروناش هنوز مثبته، راستی به تو نگفتم فکر کنم، مثلا الیسا بعد از من کرونا گرفت و الان توی قرنطینه هست، یعنی حالش خوبه ولی قرنطینه است و اصلا نمیتونه با هم بیاد. خلاصه این چند روز من خریدارو میرم مثلا تنهایی میدم. مثلا آیکیا همیشه با هم میومدیم چون با هم دیگه هم بیشتر حال میداد، مثلا میگشتیم اینا، ولی خب دیگه این چند روز من تمام این ابزار فروشی اینا میرم تنها میرم، الیسا رو با خودم نمیبرم. خب بچه ما اینا رو سرهم کردیم، البته نصف نیمه، فقط فریمشه و الان میخوایم وصلش کنیم به اینجا و من دیگه راستش پروسه رو زیاد فیلم میگیرم، چون فقط این که اندازه‌گیریه کجا بیاد و سوراخ زدن و اینجور داستان هاست میخوایم زیاد جذاب نباشه. خلاصه این سخت هم هست البته، چون 3 تا دونه رو میخوایم مجزا وصل کنیم و باید همش توی لاین باشه و
امیدوارم که قشنگ در بیاد، مثلا اینجوری نباشه یکیش پایین‌تره یا مثلا چرج باشن. این چالش‌های بالاخره که ما داریم و من دیگه بعدا فیلم می‌گیرم. خلاصه بریم تا بعد. بچه‌ها نتیجه شد این، ما خودمون خیلی راضییم ازش، یعنی واقعا دوستش داریم چون خیلی جا مرتب شده. البته خب یه سری خورده کاری داره، این مثلا پابلو برای که منظمشون کنیم اینا رو بعد منیجش کنیم یکم بهتر بشه، ولی خب در کل برام خیلی بهتر شده. و یعنی میز کار ما بود دیگه، درسته؟ اینجا رو ببینین چه تریکی ما انجام دادیم. وقتی اینو باز می‌کنی جلوت مانیتور هست و اینجا قشنگ می‌شینی لپتاپو باز می‌کنی، بعد ارتفاعی که ما در نظر گرفتیم نگاه کن اینجا رو، برای مکبوک پرو قشنگ که زیر اینجا میره حتی، یعنی ما اینم حتی مد نظر قرار دادیم که این راحت بره زیر اینجا. خلاصه نمیتونی وصل کنی به اینجا، نشون بدم، نمیتونی بشینی اینجا و کار کنی. خلاصه هم چیزی. و اینکه وسایل رو میتونیم بذاریم اینجا دیگه، یکم مخفی میکنیم، مثلا اینکه مال ویدیو قبل ایاتون باشه، لینکش میذارم بالا، مال ارتش آمریکا بود. خلاصه چیزایی که نمیخوایم و اینجوری میذاریم کنار، فقط این کابل رو اگه جمع کنیم خیلی بهتر میشه. این از جای کار من و این از جای کار الیسا، برای الیسا هم به همین صورت یه دونه مانیتور به همون اندازه خریدیم که شبیه هم باشن. خلاصه یک هم چیزی ما الان داریم. و اینکه وسطش دوباره ما فضا داریم برای مخفی کردن وسایل. و اینکه اینجا هم ببینید دوتا رو گذاشتیم، اینا به اصطلاح از ایناست که در خیلی آرومتر بسته بشه، یعنی صدای چوبش نیاد، لاستیکی هم. و لپتاپ ها رو میذاریم اینجا، یا کن لپتاپ ها مون اینجا جا سوراخ کردیم تمیز نکردیم، ولی خب لپتاپ ها رو میذاریم اینجا و اینجوری پشت اینجا، حالا این هنوز اصلا تکی هم نده ولی خب مثلا اینجوری میاد تک. و یه لپتاپ دیگه میتونه بیاد اینجا، یه مکبوک دیگه یا اینکه مثلا تبلت چیزی. خلاصه کلی چیزا رو میتونیم مخفی کنیم و خونه مرتب میشه، مرتب‌تر. و اینم از این. نظرتون چیه؟ ما که خودمون خیلی دوستش داریم. الیسا دو یو لایک ایت؟ یس. Very good. بعد اینکه یه چیز دیگه که هست، اینکه اون بالا هم یه دونه این چیزه بود که مال لامپ بود، این قایم شده الان پشت اینجا. اینم مخفی کردیم با گذاشتن چند تا عکس. خلاصه کلش این شد، خیلی باحال شد. اونجا هم باید مرتب کنم، آنباکس میکنیم. خیلی خوبه، ما خودمون خیلی دوستش داریم، اصلا وقتی میبندی همه اینا رو خیلی باحال میشه. راستی بچه‌ها چیزی که فراموش کردم بهتون بگم، گفتم اگه دوست داری همچین کاری انجام بدین توی خونتون، اینه که ما اینو وصل کردیم به دیوار، یعنی پشتش از این چیزاست که وصل میشه به دیوار. و این چیزی که میبینین اینجا دیوار، ببینین اینجا یکم فاصله است، ما این کاور پشتی اینجا رو دیگه وصل نکردیم. برخلافش اینجا که مانیتور داخلش نمیره، ببینین اینجا بسته است، در پشتیش هم گذاشتیم، یعنی دیوار رو نمی‌بینین. خلاصه این تفاوتی که الان اینجا هست، اینو فقط برای این کارو کردیم که بتونیم مانیتور رو اینجا جا بدیم. خلاصه یعنی مانیتور الان وصله به دیوار. اگه خواستی همچی کار بکنیم، میتونیم فقط اون کاور پشتی رو وصل نکنین و دیگه پشتش مستقیم دیواره. میتونین حالا دریل کنین یا هرچی. ببینید بچه‌ها، من همیشه هی می‌خوام ویدیو نگیرم ولی دلم نمیاد، می‌خوام یه چیزایی بهتون یاد بدم. ما یه کاری که می‌کنیم که سوراخ زدن خیلی راحت‌تر بشه و اینجا کثیف نشه، یه دونه جارو برقی اینجا آماده داریم، این نفر کمکم کنه و از اون یه نفری هم میشه. حالا کن من معمولا سوراخ یکم بهتر میزنم، الان دستم لیز خورد چون یه دستی بود، ولی خب خیلی تمیزتر میشه و نگاه کنید یه ذره کثیفی، اینجور کارتون بعدا خیلی راحت‌تر میشه. همیشه جارو برقی استفاده کنید. راست میگه علیزا، میگه که تازه با دست چپ سوراخ کردی، با دست راستش ویدیو میگیره. خلاصه مثلا این دست راسته، ببین چیز درست داره، این دست چپه و یه دست دیگه.